سلام، من میخواستم که اتفاقی برام افتاد از بچگی تا حالا رو تعریف کنم، چون اصلا قبلا که با کسی صحبت میکردم فکر میکرد که خیالاتی شدم و واسه همین که مسخرم نکنم با کسی اصلا در موردشون صحبت نمیکردم. من وقتی بچه بودم بابای من وقتی میفهمه من دخترم تا یه رو صحبت نمیکنه، یعنی اصلا خوشحال نبوده. بعد جوری بود که مثلا من دیگه نمیخواستم، وقتی فهمیدم دلم نمیخواست با بابام صحبت کنم. بعد بابا میشه اومد گفتش که اون موقعی که من دلم نبوده به دنیا شب یکی اومده مثلا بالا سرم و اینا بهم گفته که اگه یه دفعه دیگه بگی که این دختره میان دفعه بعدی تو رو با خودم میبرم. خب و جوری بوده که بابام از ترس گفت وقتی اومده انقدر بدنم داغ کرده که اصلا نمیتونستم حرکت کنم. کلن انگار که تو زندگیم هم یه چیز مراقبمه، هم یه چیز اذیتم کرده. وقتی مهد کودکی میرفتم از اونجا شروع شد که من یه چیزی مثلا حس میکردم و میدیدم. مثلا به مدت 2 سال هر شب توسط نمیدونم جن بود چی بود اذیت میشدم، جوری که مثلا فقط هم ساعت 3 تا 4 صبح می اومد، یعنی اینطوری نبود که با هم بخواست صبح بیا. بعد وقتی که همه خواب بودن، بعد فقط مثل انسان بود، انگار که از در باز پنجره که باز فقط از اینجا می، اگه اینجا نبود، اگه در یا پنجره باز هم اصلا نمیتونست بیاد خونه. بعد این مثل انسان بود، کلان پاداش مثلا همه چیش مثل انسان، مثل یه دلقه که خیلی بزرگ و ترسناک واقعا، که میومد از دم در که میخواست بیاد با خودش حالت یه آهنگی میخوند و میومد، یه صدای آهنگ میومد، بعد میومد تو. بعد وقتی میومد تو واقعا منو تا خود صبح منو میزد، جوری بود که من انقدر ترسیده بودم شب پیش مامانم میخوابیدم، با اینکه مثلا 2 سال گذشته بود و اینا من باز میترسیدم. بعد یه شب که دیگه واقعا شدید شده بود، من که اومدم جیغ بزنم منو با خودش برد و من چشمو که باز کردم دیدم وسط خونم. خب و داره در گوشم مثلا جیغ میزنه همش. دیگه اونجا فکر کردم که برم قرآن خوندن رو یاد بگیرم، یعنی جوری که انقدر ترسیده بودم که اول که برنم دارم قرآن بخونم میگفتم خدای تو رو من خمینی ندار بیاد، یعنی چی نمیتونستم بگم، یعنی فکر میکردم اگه اینا رو بگم نمیاد. تا اینکه رفتم قرآن خوندم و مثلا سوره ناس و اینا رو که یاد گرفته بودم سنم کم بود دیگه نمیومد این مدت. بعد فهمیدم که نه واقعا تو خونه ما داره این اتفاقا میفته و هیچ که خبر نداره، فقط تنها کسی که میتونه ببینه خود منم. یه دفعه رفتم توی زیرزمین خونمون، یه از در شیشه زیرزمین ما بالا شیشه یه آدم که کلن اصلا انگار یه آدم قدیمی بود، اصلا مال این دنیا نبود، خب انگار با لباس رزمی، مو اون بعد ریشاش بلند بود، موهاش بلند بود، خب بعد سربند بسته بود و اینا، از توی در وسط در ظاهر شد، اصلا یه چی بود که نصفه بود، خب نصف بدنش یه طرف بود، نصف بدنش یه طرف دیگه. بعد نگاه دور و بر کرد، بعد دید اینجا اونجایی نیست که باید می اومده، خب و سریع غیب شد، ولی من کامل دیدمش و انسان بود ولی انگار ماره این زمان نبود. و بعضی وقتا مثلا یه سایه می دیدم توی حیات، یه سایه سیاه که سایه مرد بود، اما مثلا فکر کردم توهم زدم و به هیچ کس نگفتم. یا مثلا وقتی توی حیات رو میرفتم احساس میکردم یه سایه ساکن وایساده یه طرف حیات، هیچ تکونی میخوره، فقط به من نگاه میکنه. بعدن که فهمیدم یه سایه اونجاست، گفتم که چرا همونجا وایساده و هیچ کاری نمیکنه. ازش یه چیزی خواستم، یادمه وقتی امتحان داشتم چند وقت پیش بهش گفتم که میشه فقط همونجا وای نسی، میشه بیای بالا سر من. بهش گفتم که ببین من امتحان دارم نمیتونم واقعا بخونم چون حالم به هم میخوره، من این برگه رو همینطوری انتخاب میکنم همون چند تا رو میکنم. من اینقدر آدم بدشانسی هستم، هر سالی رو مثلا دست بودم انتخاب کنم هیچ وقت نمیاد، همیشه امتحانم تجدید میشم. ولی بهش گفتم که ببین من یه برگه رو همینطوری اینترنت انتخاب میکنم، لطفا فقط همین سوالا رو بیاد، یه کاریتون معلم من فقط همین سوالا رو انتخاب کنه. و شاید مسخره بیاد، من اصلا شانسم خوب نیست، ولی وقتی رفتم سر جلسه امتحان فقط همون سوالا اومده بود، یعنی جوری بود که من اصلا باورم نمیشد که همون سوالا اومده. بعد وقتی این اتفاق افتاد مثلا بهش میگفتم وای نستون گوشه بیا اینجا کمکی من کن، و واقعا کمکم میکرد این مدت. مثلا یادمه یه دفعه که در روم قفل شده بود، من فهمیدم در روم قفل شده، واسه این نرفتم دیگه پیش در، وایستادم توی اتاق. خب و
چند بار در رو امتحان کردم، دیدم در باز نمیشه، دیگه نشستم. احساس کردم یکی در رو از پشت باز کرد، در حالی که هیچکی خونه ما نبود. و وقتی که در رو امتحان کردم، در سریع باز شد. یا مثلا خیلی جایی که میترسم میدونم اون کنارم هوامو داره، ولی مثلا بعضی وقتی که دستم ناراحت میشه دیگه نیستش، میره از اینجا. الان مثلا چند وقتی که دستم ناراحت شده اصلا حس نمیکنم تو خونه است، حس میکنم رفته، دست من ناراحته. یا مثلا وقتی 11 12 سالم بود، یه پروانه رو توی میوه پیدا کردم و گذاشتمش توی حیاط خونم. بعد چون سنم کم بود رفتم چند تا برگ و اینا هم آوردم گذاشتم دور پروانه. بعد نگاه پروانه کردم، اینطوری هم نبودم که خیالاتی باشم با پروانه صحبت کنم و اینا. بعد یه لحظه که بلند شدم پروانه یکم صحبت کرد، اصلا پروانه نبوده اون. خب اینطوری به خدا من دروغ میگم، بعد من اصلا اسم من نمیدونست. بعد من اسمم تا حالا هیچ که نگفته بود اونجا، چون تازه پیداش کرده بودم. بعد به من گفتش که مبینا انقدرم که این صدا قشنگ بود، من تا حالا همچین صدایی اصلا نشنیدم. به من منو صدا کرد چند بار، بعد به من گفت میشه لطفا از اینجا بری، ازت خواهش میکنم از اینجا برو. بعد من فکر کردم یکی داره منو مسخره میکنه، وایستادم نگاه دور و برم کردم، دیدم نه واقعا هیچ که منو اینجا نیست که بخواد مسخره کنه. بعد منم که خیلی کنجکاو بودم گفتم چجوری پروانه صحبت میکنه، نرفتم، وایستادم روبروی پروانه و اون بلند بلند میگفت مبینا لطفا اینجا برو. انقدرم صداش واضح بود انگار که از در گوشم میومد. خب بعد من رفتم روبروی پروانه وایستادم، میشه در شیشه، فقط چند قدم رفتم اونورتر. بعد یه لحظه که نگاه کردم صدا قطع شد، دیدم پروانه کلا یه بال شکست داد. اینطوری نبود که بتونه اصلا کلا پرواز کنه، اصلا نمیتونست، داشت میمرد اصلا. دیدم پروانه غیب شد و اصلا پروانه اونجا دیگه وجود نداشت، یعنی اصلا دیگه نبودش. و من هرچی اون مثلا برگار زدم کنار، تو اون آجرها رو نگاه کردم، هر جا نگاه کردم اصلا اونجا نبود و کلا واقعا غیب شده بود. یا مثلا من وقتی میخوام بخوابم، واسه اینکه خیلی سال پیش اذیت میشدم، پتو کلا نمیندازم، احساس میکنم پاهم خفه میشه مثل اون موقع. بعد مثلا من پاهم میشه کولره، یا حس میکنم که همش باد کوله به من میخوره، اصلا پاهم گرم نمیشه، یا حس میکنم یه چی گرم میفته روی پای من. و دیگه جور شده میگم که لطفا بلند شو، من پاهم گرم میشه. و وقتی اینو میگم سری پاهم من دوباره باد کولر به پای من میخوره، یعنی طوری شده که من دیگه ترسم واقعا ریخته ازشون. خب و میدونم که توی خونه زندگی میکنم، مثلا یکی رو میبینم که توی حیات ما راه میره، دور حیات ما میگرده و اصلا کلا دیگه نمیتونم به کسی بگم این چیزا رو. یا مثلا بعضی وقتا احساس میکنم یکی میاد در گوشم فود میکنه، هی فود میکنه، هی که من بیدار شم. بعد یا مثلا یکی بین خواب و بیداری هی بهم میگه دوست داری بیام سراغت، دلت برام تنگ نشده؟ یادت چند سال پیش میومدم پیشت، همون که دو سال اذیت هم میکرد، یا تا چند سال پیش میومدم پیشت ازم میترسیدی؟ نمیترسی که دوباره بیام کنارت؟ اونجایی که میترسم سریع بلند میشم، خیلی میترسم چون واقعا اذیت هم کرد تو این دو سال، حتی الان هم که فکر میکنمش خیلی ترسناک بود. یا اصلا خیلی خونه عجیبیه، خواستم که اینو در میون بذارم باهاتون. Thank you.